شیوع ویروس کرونا آسیب‌های جدی را به جامعه وارد کرده است و یکی از موارد درشت آن که به سادگی نمیتوان حداقل در چند ماه آینده به آن فائق آمد، افزایش میزان سطح بیکاری میباشد که منجر به گسترش دامنه فقر در جوامع به ویژه در کشوری همانند افغانستان شده است. در این میان قشری که نسبت به دیگر افراد جامعه بیشتر از اوضای کرونایی به ویژه در ایام قرنطینه متاثر شدند و با شرایط سخت اقتصادی مواجه گردیدند، افراد دارای معلولیت در هرات است. برخی از فعالان حقوق افراد دارای معلولیت با متهم کردن حکومت به بی‌پروایی در قبال مشکلات معلولین میگویند شیوع ویروس کرونا تبعات بد اقتصادی برای وضعیت زندگی معلولان گذاشته و مشکلات اقتصادی این قشر را چند برابر ساخته است. دیگه هیچ کدام کمک از طرف دولت تحمیل از این صورت نگرفته که تقاضای من اینه که واقعا باید مد نظر بگیرم. ما از اون بانک غذایی که ایجاد شد حتی برای یک نفر مکسی کمک نکردم. من مکتوبم آوردم، پیگیری هم کردم، هرچی کردم هیچ تاثیر نکرد. از وقتی که کرونا آمده همه خانواده ها و همه اقشار جامعه به مشکلات اقتصادی دوچار شدن که یعنی یکی از اونا معلولین می باشن که باید به اونا توجه بیشتر صورت بگیره. همزمان با این انتقادها اداره ملی هرات به حمایت نیروهای قاطع در زون غرب روند توزیع بسته های مواد غذایی را برای 800 تن از بانوان توانمند آغاز کرد. آمریت شهدا و معلولین میگوید قرار است این کمک ها در هماهنگی با شورای ولایتی و اداره ملی برای زنان توانمند توزیع شود که در مرحله نخست 30 تن مستفید شدند و از 800 بسته دیگه باقی مانده از اون ان شاء الله با هماهنگی شورای ولایتی و آمر جندر ولایت ما بین خانم های معلول تا عید قربان توزیع میشه. در حال حاضر نزدیک به 4000 معلول جنگی و غیر جنگی در آمریت شهدا و معلولین هرات ثبت می باشد که از این میان حکومت تنها برای معلولین جنگی در هر ماه مبلغ 5000 افغانی پول نقد می دهد. با این حال معاون والی هرات از آغاز برنامه توزیع کمک های دولتی برای معلولان جنگی و غیر جنگی تا 3 ماه آینده خبر میدهد. ما تمام دوسیه از اینا به ولایت هرات بازبینی میکنیم که شامل هم شهدا هم معلولین میشه. 19000 دوسیه هسته و ما طبق همون کمیتی که تشکیل دادیم، چون تعدادی از اینا در ولایت هرات زیاد هسته، از یک کمیته به 3 کمیته آوردیم و انشالله وعده میدیم تا 3 ماه آینده تمام دوسیه های 19000 دوسیه که ما فعلا هسته اینا رو بازبینی کنیم و همون وجهی که رسیده برای ما برای مساعدت و کمک برای از این انشاءالله به دسترس ما قرار میگیره در اسرع وقت. معلولان در هرات همیشه از بیمهری دولت در زمینه احتای حقوقشان انتقاد داشته و توجه رسیدگی بیشتر را به وضعیت خود تقاضا کردند.